سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به امنیت غیرنظامیان فلسطینی و اسرائیلی از طرفین درگیری خواست تنشها را کاهش دهند در همین حال روزنامه والستریت جورنال نوشت شورای امنیت از ارسال تسلیحات از سوی ایران به غزه اطلاع یافته است بمباران مواضع اسلامگرایان افراطی در نوار غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد روزنامه آمریکایی وارسی جورنال در گزارشی با اشاره به اصابت دویس موشک فلسطینی در خلال روزهای گذشته به اسرائیل نوشت جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به گروه حماس نقش قابل ملاحظه ای در این موضوع داشته است این روزنامه به این موضوع اشاره کرده که کماندوهای نیرودریایی اسرائیل در سواحل سودان ماه مارس گذشته یک کشتی حامل موشک های ایرانی به غزه را متوقف کرده بودند بر اساس این گزارش کشتی یاد شده حامل چهل موشک زمین به زمین 181 خمپاره و مهمات دیگر بوده است مدرک دیگری که والسی جونال به آن استناد می کند یک گزارش محرمانه از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طبق آن مهمات از بندر عباس به غزه ارسال شده در بخشهایی از این گزارش محرمانه نوشته شده است این کمیته دریافته بندراباس محل ارسال صد محموله حاوی جعبه های سیمان است که در میان آنها در 20 جعبه تسلیحات و مهمات چاسازی شده است این کمیته طبق نوشته والسی ژورنال ارسال این محموله ها را نقض بند پنجم خطنامه 1747 شورای امنیت میداند که انتقال تسلیحات از سوی ایران به گروهها و کشورهای دیگر را ممنوع کرده است. اما در ادامه حملات اسرائیل به غزه واشنگتن با ابراز نگرانی نسبت به امنیت غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی از طرف این که تنش ها را کاهش دهند. در ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه در روز چهارشنبه 18 تیرماه، 22 فلسطینی کشته شدند تا در طول تنها دو روز شماره کشته شدگان این حملات به 43 نفر برسد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سرویس های امدادی گزارش می دهد که از میان کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل به غزه 9 نفر آنها کودک و شش نفر نیز زن هستند. ارتش اسرائیل با شروع حملات خود به غزه از بامداد سهشنبه تا کنون حدود 550 نقطه را در این منطقه هدف حملات هوایی قرار داده است. در نقطه مقابل نیز سازمان حماس خاک اسرائیل را هدف حملات راکتی خود قرار داده به طوری که از نیمه شب گذشته تا کنون دست کم 68 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده که یکی از آنها در منطقه متروپولیتون تالاویب فرود آمده است. در این شرایط واشنگتن اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارج آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده و میخواهد گفتگوی نیز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن هر دو طرف را به کاهش تنشا بازگرداندن آرامش و انجام اقداماتی در حمایت از غیر نظامیان دعوت می کند به اظهار داشت ما نگران امنیت و سلامت غیر نظامیان دو طرف هستیم ساکنان جنوب اسرائیل که مجبور به زندگی در خانه زیر آتش راکت شدند و همچنین غیر نظامیان در قزه. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دولت اسرائیل را به نسرکشی در غزه متهم کرد و از نهادهای بین المللی خواست که مانع این حملات شوند آقای عباس در نشست رهبران فلسطینی در کرانه باختری اظهار داشت این نسل کشتار خانواده ها یک نسل است که به دست اسرائیل علیه مردم فلسطین صورت می گیرد. به گفته او آنچه اکنون در قضا مشاهده می شود جنگ علیه همه مردم فلسطین است و نه فقط برخی گروهها و رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین برای توقف تجاوز اسرائیل و ممانعت از ریخت شدن خون فلسطینیان دست به اقدامات مختلفی خواهد زد از جمله گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دولت مصر از اسرائیل و حماس خواست که به این نبرد خاتمه دهد در این حال مقامات مصر احتمال میانجیگری قاهره برای توقف جنگ را رد کردند اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده است که این حملات ادامه و گسترش خواهد یافت مگر آنکه شلیک‌ها به سمت اسرائیل متوقف شود و آرامش دوباره برقرار گردد شمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی این این احتمال حمله زمینی به غزه را مطرح کرده که در صورت ادامه پرتاب راکت های حماس به اسرائیل ممکن است به زودی انجام شود آقای پرز گفته است ما به آنها هشدار دادیم به آنها گفته ایم که آن را متوقف کنند یک روز صبر کردیم دو روز سه روز اما آنها همچنان ادامه دادند و مناطق اسرائیل را زیر آتش گرفتند تنش میان اسرائیل و فلسطین در پی قتل سه نوجوان اسرائیلی بالا گرفت. اسرائیل بر این نظر است که این اقدام توسط اعضای حماس صورت گرفته. اما حماس این اتهام را با قاطعیت رد کرده است. پس از قتل این تن یک نوجوان فلسطینی به نام محمد ابو خدر توسط تندروهای اسرائیلی ربوده شد و به قتل رسید. این حوادث در کنار پرتاب موشک از نوار غزه به مناطق مرزی اسرائیل تنش میان فلسطین و اسرائیل را به شدت افزایش داد. علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی در جلد دوم کتاب خاطرات خود روایتی از تعطیلی روزنامه سلام و ماجرای کوی دانشگاه تهران ارائه داده است به در خاطرات خود گفته در قائله هجده تیر با آقای خامنه ای گفتم بنده اعتقاد دارم نهزت آزادی و این نیروها پشت پرده این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب را بخوابانیم باید سران آنها را دستگیر کرده و به سرعت محاکمه کنیم و حتی اگر لازم باشد آنها را به سینه دیوار بگذاریم ناطق نوری افسوده از این واکنش بعضی از مسئولان خیلی جا خوردن اما من ریشه اقتشاش را در نهضت آزادی می دانم اینها دنبال براندازی هستند و حکومت با کسی تعارف ندارد به گفته با تایید رهبری در آن جلسه سپاه وارد ماجرا شد و قضیه را جمع کرد فرهاد نظری فرمانده پیشین پلیس تهران با گلایه از دوستانش میگوید خانه نشین شده است وی دوستان خود را متهم کرده که قصد داشتند وی را حذف کنند به گفته پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق دستور به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از بیسیم پلیس به نیروهای حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود آقای نظری افسوده اجده تیر یک تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاده است به گفته محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78 محاکمه شود فرهاد نظری پس از وقایع سال 78 دادگاهی و تبرعه شد. مرزیه رسولی روزنامه نگار روز گذشته برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوین رفت. ساجده عرب سرخی روزنامه نگار و فعال مدنی به زندان اوین احضار شد و برای سبا آزرپی کیفرخواست ساده شد. به گزارش کلمه خانم مرزیه رسولی همکنون به بند عمومی منتقل شده است. اتهامات مرزی رسولی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات است و به گفته وی پیش از آن که تایید حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر به او ابلاغ شود، اجرای حکم به او اعلام شده است. مرزی رسولی روزنامه نگار منتقد دولت که دیماه ماه سال 90 در منزل خود بازداشت شده بود اسفند ماه همان سال پس از حدود یک ماه و نیم با تودی وسیقه آزاد شد. مرزی رسولی دومین روزنامه نگاری است که در دو هفته گذشته برای گذراندن حکم خود به اوین فراخوانده می شود. پیش از مرزی رسولی ریحانه تبا طب به اوین منتقل شده بود. در رویدادی دیگر هم ساجده عرب سرخی روزنامه نگار و فعال مدنی برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین احضار شد. به گزارش کلمه عرب سرخی خبر داده که احزاریه اجرای حکم در حالی ارسال شده که هنوز اصل حکم به وی ابلاغ نشده است ساجد عرب سرخی سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام به صورت قیابی به یک سال حبس محکوم شده بود که پس از مراجعت به ایران در مورد این حکم دادخواست واخواهی داد اما دادگاه این درخواست را رد کرد و همکنون دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادر شده را تایید کرده است در رویدادی دیگر هم وکیل مدافع سبا آزرپک از صدور کیفرخواست برای موکلش خبر داد محمود علیزاده تبا تبایی در گفتگو با ایسنا در این باره گفت برای خانم سبا آزرپک به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکازیب کیفرخواست صادر شده است. وی افسود پس از صدور کیفرخواست پرونده آزرپک به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و این شعبه دوشنبه سی تیر ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است. علیزاده تبا طب با بیان اینکه این کیفرخواست در پرونده مربوط به سال 91 صادر شده است گفت در پرونده اخیر مربوط به خانم آزرپیک کیفرخواست صادر نشده در حالی که این دو باید با هم تجمیع می شدند. سبا آزرپک صبح روز هفتم خورداد 1393 توسط نیروهای امنیتی در دفتر هفته تجارت فردا محل کاروی بازداشت شد. یونس اسدی نماینده مجلس از احیای پست نخست وزیری خبر داد و گفت طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد به افزود به محض تصویب طرح نظام پارلمانی رئیس جمهور موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور بر اساس نظام پارلمانی و سوی نخست وزیر اداره شود همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس نمایندگان با کلیات طرحی برای تغییر قانون فعالیت احزاب انجمنهای های سنفی و انجمن های های دینی موافقت کردند طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمنهای های سیاسی و سنفی و انجمنهای های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده و گروه های سیاسی مصوب 1360 می شود در ادامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به علاوه یک رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روند مذاکرات را رو سخت توصیف کرد و گفت به نتیجه نهایی امیدوار هستیم مایکل سخنگوی کاترین نیز گفته است قدرت های جهانی در مذاکره با جمهوری اسلامی کاملا متحد هستند از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز از تصمیم دولت برای تهیه برنامه در شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم ها خبر داد نشست روز چهارشنبه نگارش متن پیشنویس توافق جامعه هسته ای که با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو نوبت در وین در جریان بود به پایان رسید. ششمین دور از مذاکرات هسته در حالی از امروز پنجشنبه وارد دومین هفته خود می شود که کارشناسان احتمال حضور برخی از وزیران خارجه گروه پنج به علاوه یک در روزهای جمعه و شنبه را بسیار قوی دانستند. در همین حال و پس از اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر بروز اختلاف میان روسیه و سایر اعضای گروه پنج به علاوه یک بر سر پرونده هسته جمهوری اسلامی سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که قدرت‌های جهانی در مذاکره با ایران کاملا متحد هستند به گزارش خبرگزاری رویترز مایکل مان به خبرنگاران در وین گفت که اعضای گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان متحد بوده و اتحاد خود را همچنان حفظ کردند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز 17 تیر گفته بود با وجود اینکه گروه پنج به علاوه یک تا کنون متفق القول بودند ولی ظرف روزهای گذشته یک سری اختلافات راهبردی مشخصی میان نمایندگان روسیه و سایر اعضا رخ داده است وی به مسائل مورد اختلاف میان طرفین اشاره نکرد ولی در عین حال گفت که ما خواهان تداوم یک پارچگی گروه پنج به علاوه یک هستیم به رغم برخی خوشبینی ها که از سوی مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت به نتیجه مذاکرات مطرح شده است اظهارات دیپلمات‌های های غربی بیانگر آن است که اختلافات میان دو طرف بر سر مسائل اصلی از جمله میزان قنیسازی تعداد سانتریفوش هایی که جمهوری اسلامی باید در اختیار داشته باشد و ریاکتور آب سنگین عراق همچنان پابرجاست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روند مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک را در وین رو به جلو دانست و گفت مذاکرات در این دوره سخت است ولی به نتیجه نهایی امیدوار هستیم این در حالی است که لوران فابیوس گفته است که هیچ یک از مسائل اصلی در گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک مورد توافق قرار نگرفته است و ایالات متحده آمریکا از وزیران امور خارجه این گروه خواسته است تا به مذاکرات وین بپیوندند در همین راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز از تصمیم دولت به جهت تهیه برنامه برای شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم ها خبر داد نوبخت درباره تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تحریم ها هم گفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از سوی دولت معمور شد تا نسبت به تهیه برنامه برای شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم ها اقدام کند و اینکه دولت خود را با آن برنامه برای عبور از چنین مسیری تجهیز کند آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 16 تیر ماه 1393 درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفته بود که دشمن در زمینه تحریم و تهدید نظامی دستش خالی است و میخواهد دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی را خراب کند که این همان به گفته او جنگ نرم است آقای نوبخت در این حال گفته است ما امیدوار هستیم که فرزندان ملت در مذاکرات بتوانند حقوق ملت ایران را استیفا و کشور را از این تحریم های ظالمانه نجات دهند. پیش از این نیز خبرهایی درباره تنظیم بودجه ایران متناسب با شرایط تحریم ها مطرح شده بود. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور 24 دی 1392 خبر داده بود که بودجه 1393 ایران با لحاظ تحریم تدوین شده است وی گفته بود اگر تحریم ها لغو شود قطعا اصلاحات جدیدی در بودجه سال آینده با شرایط جدید انجام خواهد شد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک همکنون در وین پایتخت اتریش جریان دارد و طرفین قرار است که در این دور ششم از گفتگوها توافق موقت ژنو در آذر ماه پارسال را به یک توافق جامع و نهایی تبدیل کنند طرفین تا پایان تیر ماه فرصت دارند که به توافقی در این زمینه برسند اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته جریان استکبار قصد دارد با طراحی مکارانه به مجلس خبرگان رهبری نفوذی بفرستد هفته گذشته نیز قربان علی دوری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود کسانی که با علی خامنه ای زاویه دارند به مجلس خبرگان رهبری راه نخواهند یافت احمد جنتی کاظم صدیقی و محمد رضا توی سرکانی سه سر روحانی دیگری هستند که در دو ماه اخیر نسبت به برنامه‌ریزی ویژه جریانی برای تسخیر مجلس خبرگان رهبری هشدار دادند به نظر میرسد اشاره آنها جریان حامی اکبر هاشمی رفسنجانی محمد خاتمی و حسن خمینی است که محافظ کاران تند رو پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 نگران گسترش فعالیت آنها هستند. سایت علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی تلاش ها برای وارد کردن عبارات جدید به ادبیات سیاسی ایران با عنوان فتنه تقلب را آغاز کرده است. این عبارت برگرفته از یکی از سخنرانی های آقای خامنه ای در سال 81 است. سایت رهبر جمهوری اسلامی با گذشت 12 سال از زمان این سخنرانی و 5 سال از زمان وقای سال 88 در اقدامی هدفمند پوستری با عنوان فتنه تقلب طراحی و منتشر کرده است. در توضیح این پوستر به نقل از خامنه ای نوشته شده در نظام اسلامی قهر و قلب معنا ندارد. جایگزینی فتنه تقلب به جای فتنه تقلب از زمان انتشار این پوستر در ادبیات برخی فعالان سیاسی محافظه کار نیز آغاز شده و در حال گسترش است. حسن روحانی شب گذشته در یک مراسم با حضور اصلاح طلبان گفت تا پای جان بر سر وعدههایی که به مردم داده خواهد است. وی همچنین گفته است در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه سال گذشته مردم به صحنه آمدند تا بگویند تغییر و تحول را میخواهند به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی در مراسم افتاری که با حضور برخی از اصلاح طلب شرکت داشتند گفت مردم در انتخابات گذشته پای صندوق آمدند یعنی اساس سرمایه اجتماعی با حضور مردم و در انتخابات احیا شد. مردم اعلام کردند که زبان ما زبان صندوق رأی خواهد بود و این بسیار مهم بود. روحانی با بیان اینکه با خداوند عهد بستم که برخواست و مطالبه مردمی که در انتخابات شور و شوق آفریدند پافشاری کنم. گفت من برخواست عمومی مردم مصر هستم و بر اعاده آن تا جایی که قدرت و توان دارم ایستادگی خواهم کرد. رئیس دولت یازم افزود ما از حق اقلیت نیز دفاع خواهیم کرد اما دولت باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند سیاست خارجی بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری بود و وی درباره گام های برداشت شده دولت یازدهم در این خصوص گفت اولین قدم ما این بود که جایگاه ایران را نزد دولت مردان و افکار عمومی جهانیان تغییر دهیم جایگاه شایسته این ملت انقلاب و نظام در ذهن آنها ترسیم شود که به الحمدلله موفق بوده ایم. روحانی در این زمینه از رابط خوب کشور با همسایگان سخن به میان آورد و با تحلیل شرایط پیچیده منطقه خواستار ایجاد اتحاد و یک پارچگی میان تمام جناهای سیاسی شد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود هم با ابراز تأسف از اینکه ادعی بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهره های خدوم انقلاب میپردازند اظهار داشت این چهره ها به هیچ یک از جناح های کشور تعلق ندارند بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایه های بزرگ انقلاب تهمت زد وی با تاکید بر اینکه مدیریت و آشتی در کشور نیاز به صبر و تحمل دارد افزود باید همه ما آسانه صبر و تحمل خود را بالا ببریم و بدانیم که مسائل کشور بدون اینکه آسانه تحملمان بالا برود مرتفع نخواهد شد به نظر میرسد منظور حسن روحانی اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که رسانه های محافظه کار او را مورد حجم قرار می دهند. موضوع اشتغال محور پایانی سخن روحانی بود و وی گفت آنچه به مردم قول داده بودیم در سال 92 محقق شد برای سال 93 هم برنامه داریم و میدانیم میخواهیم به کجا برسیم و بر این مبنا حرکت می کنیم تا معزل بیکاری را به زانو در آوریم وی تصریح کرد بر این اساس امروز در دولت تصمیماتی اتخاذ شد که در صورت عملیاتی شدن میتواند تواند 190 هزار شغل ایجاد کند. روحانی افزود در عرصه اقتصادی ما موفق شده ایم نرخ تورم را با وجود رشد منفی اقتصاد کنترل کنیم و اکنون به رونق اقتصادی و شکستن رکورد می اندیشیم. گفتنیش جدیدترین آمار بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد که تورم به کمتر از 28 درصد رسیده است. در حالی که پاییز سال گذشته بالایی 40 درصد بود نرخ ارز نیز تقریبا با ثبات تقریبی همراه بوده با این همه برخی چهرهای سیاسی و منتقدان از جمله احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند که روحانی تبرم را در حالی کاهش داده است که به رکود آن دامن زده است پلیس عراق از کشف یک گور دسته جمعی در 100 کیلومتری بغداد خبر داد. تعداد دفن شدگان 53 نفر است و از مرگ آنها دست کم یک هفته می گذارد. دست همگی جنازه ها بسته بوده و گلوله در سر یا سینه داشتند. محل دفن اجساد شهر هل اعلام شده است. هویت قربانیان و دلیل کشتار آنها روشن نیست. این گور در حالی پیدا شده که سازمان دیدبان حقوق بشر سلفی های داعش را مسئول اصلی کشتار و خشونت گسترده در عراق معرفی کرده است. به گفته این سازمان داعش تنها در شهر تگرید 160 نفر را طی ماه گذشته تیرباران کرده است. داعش در مناطقی که در عراق تصرف کرده از شیوه دور زدن برای اعدام مخالفان نیز استفاده می کند. یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک حکم داد یک میلیارد و میلیون دلار از دارایی های ایران به خانواده های آمریکایی هایی داده شود که در جریان بمبگذاری سال 1983 بیروت کشته شدند بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به مرگ 241 آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقد است حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داد دو هفته پیش نیز روزنامه اسرائیلی هارتس از حکم دادگاه دیگری در آمریکا به نفع خانواده های قربانیان ترور حکومت ایران خبر داد. مصادره آسمان خراش متعلق به بنیاد علوی در نیویورک اقدامی در این راست است. ادوارد اسنودن افشاگر معروف اسناد اطلاعاتی آمریکا فاش کرد ابوبکر البغدادی نتیجه همکاری اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل است. بنا به گفته اسنودن همکاری میان آژانس های امنیتی و جاسوسی این سه کشور باعث شده تا شبکه تروریستی به نام داعش شکل بگیرد که توانایی جذب افراد تندرو و افرادی از سراسر جهان را داشته باشد به استناد مطالب فاش شده توسط اسنودن این طرح بر اساس نقشه ای از پیش طراحی شده با نام لانه زنبور اجرا شده که از نقشه های پیشین سازمان اطلاعات انگلیس برای حمایت از اسرائیل بوده است به گفته اسنودن این نقشه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و دو همپیمان آن اجرا شده و بر اساس آن مقرر شده تا دین جدید با نشانه ها و نمادهای اسلامی شکل بگیرد که در بردارنده احکام افراطی باشد. رئیس سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر خانواده هایی که تنها یک فرزند دارند یا هیچ فرزندی ندارند نرخ بالایی را در ایران به خود اختصاص دادند علی رغم سیاست های جمهوری اسلامی در جهت افزایش جمعیت رشد جمعیت در کشور به دلایل عمدتا اقتصادی همچنان با کاهش روبروست در سالهای اخیر شمار خانواده هایی که تک فرزند هستند یا هیچ فرزندی ندارند افزایش یافته است. به گزارش زمان محمد نازمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال در همایش روز جهانی جمعیت ضمن طرح این نکته گفت که در حال حاضر خانواده هایی که تنها یک فرزند دارند یا هیچ فرزندی ندارند نرخ بالایی را در ایران به خود اختصاص دادند به طوری که در حال حاضر 35 درصد خانواده ها یک فرزند دارند یا اصلا فرزند ندارند چندی پیش علیرضا آبدینزاده، زاده رئیس اداره ثبت احوال فردوس در استان خراسان جنوبی گفت در صورت ادامه رشد جمعیت فعلی تا سی سال آینده از عمه خاله و عمو خبری نیست محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز تک فرزندی را یکی از عوامل کاهش نرخ باروری اعلام کرده و گفته بود این مسئله در خانواده های شهری بیشتر دیده می شود. نگرش نسبت به فرزند آوری، احساس فشارهای اجتماعی برای فرزند آوری و میزان کنترل بر امکانات و منابع اقتصادی و حمایتی مورد نیاز برای داشتن فرزند دیگر سه عامل مستقیم و بلافصل تعیین کننده نیات باروری هستند. مشغلی کاری والدین، مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی، ترس از آینده و کاهش امید به زندگی بیشتر والدین را به سمت و سوی تک فرزندی، دو فرزندی و حتی پرهیز از فرزندآوری سوق داده است. با آغاز سال جدید خورشیدی اجرای سیاست های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته است و به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی میخواهد از همه امکانات موجود برای بالا بردن نرخ باروری استفاده کند بر همین اساس مراکز و نهادهای مختلف روزانه در حال رصد جمعیتی هستند و آمار و ارقام مختلفی پیرامون میزان جمعیت، نرخ باروری، زنان و مردان مجرد، تک‌فرزندی و کاهش مل به ازدواج منتشر می کنند. بر اساس گزارشی که توسط سازمان ثبت احوال منتشر شده است، سالیانه یک میلیون و چهارصد هزار تولد در کشور رخ می دهد و بر این اساس ایران رتبه 21 را در میان 26 کشور منطقه دارد. نرخ رشد جمعیت این کشور نیز در حال حاضر یک ممیز سه دهام درصد است. این در حالی است که به گفته محمد نازمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال ایران در سال 1365 نرخ رشد جمعیت سه ممیز 9 درصد بوده است به گفته رئیس سازمان ثبت احوال در حال حاضر 6 میلیون از جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال هستند. بقیه 18 میلیون نفر در سنین زیر 15 سال و 24 میلیون نفر بین 15 تا 30 سال سن دارند. با نگاهی به گزارش های منتشر شده در سه ماه اخیر نیز در میابیم بالاترین نرخ بیکاری نیز در گروه 15 تا سی سال وجود دارد. بر اساس اطلاعات مطرح شده از سوی اردکانی جمعیت بالای سی سال در ایران سی میلیون نفر هستند از این میان بر اساس میانگین سن ازدواج در ایران که برای مردان 27 و برای زنان 24 سال است 11 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند. آمارهای موجود هاکیست، مشکلات اقتصادی و بیکاری منتهی به افزایش میزان افسردگی و کاهش امید به آینده و میل به ازدواج در این گروه سنی شده است. در چنین شرایطی تاکید سازمانها و مراکز مختلف بر ضرورت افزایش جمعیت در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز راهی برای رفع موانع ازدواج، ارائه تحصیلات مناسب برای مادران، ایجاد امنیت اجتماعی و ارتقای امید به زندگی، کاهش بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی و شکل گیری بیمه فراگیر تامین اجتماعی نیافته است. توجه به سیاست های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد در مهر ماه سال 1391 شدت گرفت. آقای علی خامنه ای 19 مهر ماه سال گذشته در طی سخرانی های سفری که به خراسان شمالی کرد موزگیری سالهای قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خواند و از خداوند خواست او را به خاطر این سیاست ببخشد. پیش از او محمود احمدی نژاد خواستار افزایش جمعیت ایران شده بود. پیرو سخنان خامنه ای مسئولان رژیم ایران قوانین زیادی را به منظور افزایش باروری تصویب کردند با این همه کارشناسان معتقدند رشد جمعیت با بخشنامه افزایش نخواهد یافت با تصمیم شورای معاونین شهرداران و سازمان ها وابسته به دبیرخانه شورای شهرداران به زودی کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران تفکیک می شود. های ایران ضمن اعلام این خبر و انتشار سندی در این باره نوشتند از مدیران شهرداری خواسته شده ظرف ماه مرداد این موضوع را با جدیت توسط سازمان بازرسی و حراست کل پیگیری و اجرایی کنند. هدف از اجرای این طرح آرامش و آسایش بیشتر کارکنان عنوان شده است بر اساس این طرح مدیران ارشد و میانی در واحدهای شهرداری تهران فقط از نیروهای مرد جهت سمتهایی مانند مسئول دفتر منشی اپراتور تلفن تایپیست استفاده می شود نگاه مرد سالارانه در شهرداری تهران سالهاست که مورد انتقاد جامعه زنان است و کمتر زنی توانسته است به رده های مدیران میانی شهرداری راه یابد و زنان در معاونت های شهرداری نیز تقریبا هیچ است. چندین آتش سوزی پی در پی و مشکوک در روزهای اخیر صدها هکتار از پارک ملی گلستان را سوزاند. در آخرین مورد که روز هفته تیر ماه اتفاق افتاد بیش از 400 هکتار از عراضی جنگلی گستان گلستان در آتش سوخت. احتمال داده می شود این آتش سوزی ها عمدی بوده باشد به گفته ی مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران هنگامی که تمام محیطبانان پارک به منطقه آتش سوزی اعزام شده و سرگرم خاموش کردن آتش بودند شکارچیان متخلف وارد پارک شده و تعداد زیادی از حیوانات حیات وحش را شکار کردند با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب روز شما خوش